گلزن استقلالی ها در مقابل فولاده و رضا نوروزی هم با 5 گل زده بهترین گلزن فولادی ها در مقابل استقلال. اکبرپور توپش بلوکه میشه، سلیمیت دروازه بیرون میاد، اشتباه میکنه، نظری میچرخه، حالا با توپ افتی بی دروازه تعجب کار انفرادی انجام بده، تعادلش از دست میده و پنالتی. داور بدون تردید نقطه پنالتی رو نشون داد. خالدی مرتکب خطای پنالتی شد. اینجا روی این صحنه هم توپ رو زد و هم به نوعی پای نظری رو از زوایای مختلف نگاه میکنید. دروازه‌بان تیم فولاد نکونام پشت توپ قرار گرفته و حالا با اجازه داور میتونه ضربه پنالتی رو بزنه، اما اونجا سلیمی آماده نبود. نکونام حرکت میکنه، ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه، گل برای استقلال. از این نقطه پنالتی نکونام دروازه فولاد رو باز میکنه، تیم استقلال رو تشویق میکنه. مسیر توپ رو خوب تشخیص داد علی سلیمی، ولی بچه‌ای با ارتفاع مناسب و حد اکثر زاویه نکونام به توپ ضربه زد. گرفتن این گونه ضربات پنالتی برای دروازه‌بان‌ها فوراً کار سختیه. دیوار دفاعی تیم فولاد رو نگاه بکنید، 3 نفر رو در مقابل این توپ قرار داده. علی سلیمی دروازه‌بان تیم فولاد، آقای زرگر هم کمی دیوار دفاعی رو به عقب‌تر فرا می‌خونه. یه ضربه محکم از تیموریان و توی دروازه، گل برای استقلال. یه ضربه مهار نشدنی از آندرانی تیموریان. استقلال 2 فولاد 0. گلی که در تایلند زد و حالا این گل زیبا و ضربه مهار نشدنی آندرانی تیموریان. استقلال با حاشیه امنیت خوب به رختکن خواهد رفت با 2 گل اختلاف در مقابل صدر.